خیلی ممنونم، خیلی سپاسگزارم، متشکرم. بفرمایید خواهش می‌کنم. بسیار بسیار خوش آمدید. من پژمان جمشیدی خوشحالم که با برنامه دیگر از پیشگو در خدمت شما هستیم. همینطور که از اسم برنامه ما پیداست، ما سعی می‌کنیم چیزهایی که در مورد آینده می‌شنویم رو گاهی با شما در میون بذاریم. امروزه وقتی جایی از بدن میشکنه، تنها رایی که داره اینه که اون قسمت رو گچ میگیرن تا استخون جوش بخوره، که گاهی هم شنیدید میگن بد جوش خورده و مشکلات زیادی به وجود میاره. در آینده که پرینت سه‌بعدی خواهیم داشت، میگن شما میری استخون شکسته رو به پزشک نشون میدی و پزشک استخونتو میگیره، یه پرینت سه‌بعدی ازش میگیره میذاره جای استخون شکسته، و این باعث میشه که در آینده نه ورزشکارا خیلی از میادین ورزش دور باشن، نه کسانی که دچار آسیب دیدگی میشن خیلی از زندگی و کارشون عقب بمونن. و امیدواریم که علم پزشکی روز به روز انقدر پیشرفت کنه که هیچ مریضی در جهان وجود نداشته باشه. کمتر حرف میزنم، بریم یک قطعه زیبا از گروه دوست داشتنی که من خودم به شدت طرفدارشونم، دارکوب بشنویم. به افتخارشون خوش آمدید. قرص ماه روشنی ما را دیگر صدا نمیزنی، عمرم به پای تو فدا شده، فکری به حال ما نمی کنی. جانا تو قرص ماه روشنی ما را دیگر صدا نمیزنی، عمرم به پای تو فدا شده، فکری به حال ما نمی کنی. که من عاشق نگاهت شدم، از خوبی تو منم بهتر شدم، با گرمای تو دلم آب شد، ایش و نوش من رو به راه شد. که من عاشق نگاهت شدم، از خوبی تو منم بهتر شدم، با گرمای تو دلم آب شد، ایش و نوش من رو به راه شد. یادی نمی کنی چرا زمان، ترسم کنی فراموش مرا، تنها روم به جمع دوستان، مویت نمی کند مرا رها. یادی نمی کنی چرا زمان، ترسم کنی فراموش مرا، تنها روم به جمع دوستان، مویت نمی کند مرا رها. تو قرص ماه روشنی ما را دگر صدا نمیزنی، عمرم به پای تو فدا شده، فکری به حال ما نمی کنی. جانا تو قرص ماه روشنی ما را دگر صدا نمیزنی، عمرم به پای تو فدا شده، فکری به حال ما نمی کنی. که من عاشق نگاهت شدم، از خوبی تو منم بهتر شدم، با گرمای تو دلم آب شد، ایش و نوش من رو به راه شد. که من عاشق نگاهت شدم، از خوبی تو منم بهتر شدم، با گرمای تو دلم آب شد، ایش و نوش من رو به راه شد. یادی نمی کنی چرا زمان، ترسم کنی فراموش مرا، تنها روم به جمع دوستان، مویت نمی کند مرا رها. یادی نمی کنی چرا زمان، ترسم کنی فراموش مرا، تنها
صدات میکنم، شاید باز اشتباه میکنم، آخر اون چاره ای به کار من بجو، ورنه باز تکرار میکنم که من عاشق نگاهت شدم، از خوبی تو منم بهتر شدم، با گرمای تو دلم آب شده، ایشو نوش من رو به راه شد، که من عاشق نگاهت شدم، از خوبی تو منم بهتر شدم، با گرمای تو دلم آب شده، ایشو نوش من رو به راه. جانا تو قرص ماه روشنی، ما را دگر صدا نمیزنی، عمرم به پای تو فدا شده، فکری به حال ما نمی کنی. جانا تو قرص ماه روشنی، ما را دگر صدا نمیزنی، عمرم به پای تو فدا شده، فکری به حال ما نمی کنی، دگر صدا نمیزنی، تو قرص ماه روشنی. جانا واقعا فقط با موسیقی دارکوب میشه کیف کرد. خیلی ممنونیم، کیف کردیم مثل همیشه، متشکریم. بسیار خوب. و اما میهمان امشب ما، میهمان امشب ما تمام دوران کودکیش رو در پشت دوربین سینمایی گذرونده، در پشت دوربین های سینمایی گذرونده، تا اینکه یک روزی در 5 سالگی کارگردانی به اون پیشنهاد میده که در فیلمش بازی کنه. پدر مادر تصمیم میگیرن که حق انتخاب رو به خود بچه بدن، تصمیم میگیرن فیلم نامه رو براش بخونن، اون گوش بده و اگر دوست داشت در اون فیلم بازی کنه. فیلم نامه رو میخونن و اون بچه با ذوق و شوق تمام قبول میکنه که در اون فیلم بازی کنه. از فرداش پدر و مادر هر روز به همراه بچه میرفتن سر صحنه فیلم برداری. چند روزی به خوبی و خوشی میگذره تا اینکه این کودک ما میبینه که داستان خیلی سخت‌تر و جدی‌تر از این حرفاییه که فکر میکرد. حفظ کردن دیالوگ، تمرکز، کارهایی که کارگردان میخواد بعد انجام بده و از همه سخت‌تر صبح زود بیدار شدن. این صبح زود بیدار شدن انقدر بهش فشار میاره که یه روزی تصمیم میگیره با پدر و مادرش منطقی صحبت کنه. اونا رو صدا میکنه و ازشون یک سوال میپرسه. میگه آیا تا حالا میانه فیلم برداری بازیگری فوت نکرده؟ اونا میگن چرا؟ فوت کرده. چشماش برق میزنه. یه خیلی خوب. بریم بگیم من مردم. اینجوری از فردا دیگه مجبور نیستیم ستایمون بلند شیم بریم سر فیلم برداری. که البته قطعاً پدر و مادر انقدر با اون منطقی صحبت میکنن و راضیش میکنن که برگرده سر صحنه فیلم برداری و اون فیلم رو ادامه بده تا امروز که یکی از ستارگان بی‌بدیل سینمای ماست. باران کوثری. باران خیلی خوش آمدید. مرسی. باعث افتخار ماست خانم. مرسی. بسیار بسیار خوشحالیم که شما به پیشگو آمدید و این افتخار رو به ما دادین که بتونیم یه گپ و گفتگوی مفصل و شیرین با شما داشته باشیم. دوست دارین سلام علیکی بفرمایید؟ کدوم دوربین؟ اینین؟ هم دوربین هم حضار. آها. سلام عرض میکنم. خیلی خیلی ممنونم که در این روزهای کرونایی اومدین اینجا که دور هم باشیم، البته با حفظ پروتکل. سلام عرض میکنم خدمت بینندگانی که اینجا نیستن و شاهد برنامه ما هن. خیلی خیلی خوشحالم که اینجا هم در خدمت پژمان عزیز و برنامه پیشگو که با چیزایی که ازش شنیدم از بچه هایی که قبل از من اومدم فیلم برداری، خیلی برنامه باحالیه. بسیار عالی. باعث افتخار ماست همونطور که عرض کردم و واقعا خوشحالیم که شما به پیشگو اومدید. راجع به خاطره میخواین صحبت کنین؟ چه کاری بود؟ کارگردان کی بود؟ اون کاری که 5 سال پیش داشت. آره من 5 سالم بود. سال 69 فیلم بهترین بابای دنیا بود. بله. کارگردانش آقای داریوش فرهنگ بودن و یه شب در منزل ما به من پیشنهاد دادن که بازی کنم و مامان و بابا خیلی حرفه‌ای من نشوندن و گفتن میخوای این کارو کنی و منم آره بابا چرا نه، همون اتفاقاتی که تو تعریف کردی افتاد. ولی جالبه که هنوز خیلی با جزئیات یه چیزایی از پشت صحنه یادم میاد یا یه آدمایی یادم میاد و یه بخش بانمک که اضافه کنم اینه که آقای آتیلا پسیانی اونجا دستیار کارگردان بودن. عجب. و دستیار آقای فرهنگ. بله چون یه رفاقتی داشتن که همه با هم فیلم می‌ساختن و میدونی همه دستیار هم بودن و همه اصلا اون موقع اینجوری بود دیگه، خیلی میدونی مثلا جمعایی بودن که با هم کار می‌کردن دیگه، خیلی با هم نزدیک بودن. آتیلا جون دیالوگا رو می‌خوندن چون من که سواد نداشتم، من فقط تکرار می‌کردم سوفله تا حفظ جمع. آره بعد با هم که تو تئاتر کوارست بازی می‌کردیم هی
خاطرات اون موقع رو مرور میکردیم. اگه میخواین بگین چه سالی بود؟ معلوم میشه البته چند سالتون، اگه اشکالی نداره. وای نه. من متوجه 64م دیگه. 69. اگه فیلم برداری، میگم فیلم برداری نکنم، اگه اشتباه نکنم اواخر 68 فیلم برداری کردیم. تازه جنگ تموم شد. یه سالی بوده که جنگ تموم شد. بعد اون وقتی گفتین اون بازیگر حالا مرده یا نمرده، پدر مادر چه واکنشی داشتن؟ اول من یه سلام میکنم خدمت خانم رخشان ونی اعتماد، جناب آقای جهانگیر کوثری که خیلی دوستشون دارم چون سابقه ورزشی و فوتبالی هم دارن، و براشون آرزوی سلامتی و تندرستی میکنم. چه واکنشی نشون دادن؟ یادمه که مامان یکم خب یعنی ناراحت بود چون من سنم خیلی کم بود و گریه میکردم و اینو میگفتم، با اینکه خیلی پشت صحنه همه چی برام فراهم بود و در اختیارم بود و راحت بودم، ولی یادمه که اول یعنی مامان یکم احساساتی شد، ولی بعد من نشوندن و گفتن خود تصمیم گرفتی و بعد تا آخرش بری و باید تموم شه، و خودشون با هم اومدن سر صحنه و من تحویل دادن و من اون کارو مجبور شدم که آره تموم کنم. بعد دیگه سر روسریابی که مامان داشتن می نوشتن، من رفتم یواشکی کاغذایی که مامان مینداخت رو میخوندم، دیدم یه دختر بچه‌ای توش هست ولی یکم سنش از من بیشتر بود، من موقع 8 سالم بود. بعد گفتم مامان اینو کی قرار بازی کنه؟ یه دختر همونجا میخوایم پیدا کنیم که صبح زود بیدار شه، آره که بتونه صبح زود زنده بمونه. بعد دیگه خیلی با اصرار اون نقش رو گرفتم، چون طبیعی هم گفت یادت آخه بابا سخته، اصلا شاید تو نمیخوای این کارو کنی، ولی دیگه رو سریابی برای من در واقع مهر تایید بود که به مامبوم نشون بدم خیلی برام جدیه و میخوام این کارو بکنم. کیف داد با آقای انتظامی؟ آره وای پشمان. اصلا ببین من دو تا شانس بزرگ داشتم که زیر سایه آقای انتظامی و عم خسرو شکیبایی بازی کردم. روح هر دو عزیز بزرگ باشد که شاید سالها بگذره و جانشینی برای این دو عزیز در سینما ایران پیدا نشه. میخوام بگم حیفه از بین ما رفتن، ولی فکر میکنم بابام سر فوت آقای سمندریان خیلی حرف خوبی زد، گفتم یه آدم های هر وقت برن حیفه، میدونی؟ یعنی از هر شاید هم طول بکشه دیرتر هم برن حیفه. آقای انتظامی اول اینکه یادم نمیره، بابا میگم اون موقع در واقع بخش خصوصی سینما قوی بود و همه اینا و خیلی کارا رو ما خودمون میکردیم، مامان و بابا خودشون صبح میرفتن دنبال آقای انتظامی. هیچ وقت این تصویر یادم نمیره که تو کوچه‌شون که یه کوچه سبزی هم بود، همیشه آقای انتظامی با لباس ورزش داشتن ورزش میکردن وقتی ما صبح زود میرسیدیم. مثلا 7:30 صبح. آره از خیلی زودتر دیگه که تازه 7:30 برسیم کجا، مثلا جاده ساوه میدونی، داشتن ورزش میکردن و همیشه سر موقع. و خیلی چیزی که برام جالب بود این بود که منو جدی میگرفتن به عنوان بازیگر، یعنی که منم خیلی برام مهم بود که بگم خیلی الان برای من جدی و اینا، مثلا یه سوالایی میکنم مثلا گفتم آقا به نظرتون من مثلا اینجوری کنم، میشستن وقت میذاشتن و برای من توضیح میدادن. بعد یه بار یادمه یه سکانسی کسایی که علی روسریابی یادشونه که من دارم آقای انتظامی رو میبرم به سمت اتاقی که در واقع سیمین جون توشن، نشونشون میدم و تو راه مثلا یه چند خط هم دیالوگ میگم. منم از زور شروع کردم، شبکار بودیم حفظ کردن که دیگه این بلبل بگم و اینا، و اومدیم با آقای انتظامی شروع کردیم تمرین و الهی قربونتون برم بارها با من تمرین کردن جدی و میگفتن آها پس اینجا رو میخوای اینطوری بگی، پس اینجا رو میخوای این کارو کنی، اصلا نمیدونی چه اعتماد به نفسی به من میدادن. و بعد ما یکم گفتیم منم هی پررو شدم دیگه، انتظامی تحویلم گرفت یا برگشتم گفتم ای بابا دو تا صندلی نیست برای بازیگرا بذارین. بعد آقای انتظامی حرف بعد بزنم بعد بوق می‌زنن، آقای انتظامی گفتن طول سگ از بازیگری اولی اداهاشو یاد گرفتی. دیگه فردا تمرین نمی‌کردم. آره فهمیدم این اون نیست که بعد تحویلش بگیرم فراوال بدیم. خیلی عالی، روحشون شد آقای انتظامی. شما طبیعتاً در خانواده‌ای بزرگ شدید که همش خاطرات سینمایی است و هرچی هم بگید ما کیف میکنیم، اما وقتی به گذشته فکر میکنید چه حسی دارین؟ حس شادی، غم؟ نمیدونم، من شاید چون خدای شکرت خوب زندگی کردم و بهم خوش گذشته و فکر میکنم که خب بزرگترین شانس زندگی اینه که یه خانواده‌ای دارم که میمیرم براشون، از یه طرف آدم خیلی ایدئالیستی هم و همیشه مثلا فکر میکنم آه این کارا رو نکردم، همیشه من یه کاری نکرده ای دارم میدونی، حتی اونا رو انجام میدم باز یه کاری دیگه است که دارم خواسته بکنم. همیشه گذشته برای من متاسفانه حسرت داره،
یعنی اصلا به شدت نوستالژی من غمگین میکنه و فکر کردم به گذشته، مخصوصا از پارسال که مامان بزرگم از دست دادم، خیلی برام غم انگیز فکر کردم به گذشته. و اصلا یه مسئله اینه، من بلد نیستم تو حال زندگی کنم، یا دارم حسرت گذشته رو میخورم یا استراب آینده رو دارم. عجب. مادر بزرگ پیش از کرونا فوت کردن؟ بله، دم کرونا. چند سالشون بود؟ 80 خورده. در این من بزرگ کردم. مادر رخشان یا بله. مادر آقای کسری؟ مامان شمسیم که من بزرگ کردم. مامان مامان که مثلا همیشه که مامان سر کار بودن، اصلا ایشون منو بزرگ کرده بودن. یعنی منو برادرم تندیس و مامان که همیشه سر مثلا مجبور سر فیلم برداری باشه، تایمایی که نمیتونست ما رو ببره، ما با مامان شمس زندگی میکردیم. دوستان چیزی ازشون تعریف کنیم برای ما؟ یا ناراحتتون میکنه؟ آره احساساتی میشم، قربونش میرم دیگه، قربونش میرم. همیشه با منو، همیشه جاش خالیه و ممنونشم بابت. ولی آره به صرف کنم، با من است که مام بزرگم مثلا تا واقعا 28-9 سالگی من میرفتم سر صحنه با هم میومد، از صبح میومد میشست، بعد من هم گفتم مادر بزرگ بده برای من، شما نباید اینجا باشید. من گفتم مادر من شیرازیم، مادر من کار به تو ندارم که اینجا نشستم بر خودم. میشست برای خودشو ولی مواظب من. مثلا بارها به بابام نقد داشت که من نمیدونم جهان چطوری اجازه میده هی تو فیلمای مختلف مردای مختلف شوهره این میشه. هی میگفتی مادرم تو شما که دیگه باید ندارید این فیلمه. عجب. یه یادم یه بار اومدم پای صحنه خوابگاه دختران، صحنه بود که برای من آقای صفایی مثلا یه میز چی میگن سفره عخ چیده بود با استخون و خاک و کثیف و اینا. بعد مام بزرگم مامانم با اومدن سر صحنه. بعد من قبلا با آقای لطیفی هم صاحب دلان کار کرده بودم، هم روز سوم چیز بودیم، نه قبلش کار نکرده بودم، ولی آقای لطیفی رو دیده بودن مامان بزرگ سر صحنه اومده بودن، صاحب دلان اینا بعدش بود، اصفاتی کردم یادم نمیاد پیر شدم، اومدن میشناختن قبلا دیده بود. مامانم با اومدن دید مامان بزرگم تو قیافه است برای آقای لطیفی. هی آقای لطیفی مثلا گفت خانم سلام، گفت سلام، گفت لیاقت دختر من اینه که این سفره عقد براش بچینیم. عجب، بسیار خوب. روح مادر بزرگتونم شاد. سخت‌ترین لحظه زندگیت میدونی کی بوده؟ یعنی میتونی یک لحظه ای رو بگی به من که سخت‌ترین لحظه بوده و چطوری ازش رد شدی، چجوری از اون بحران عبور کردی؟ چیز خاصی تو ذهنت هست؟ یکی لحظه ای که تو یادت که من یه تصادف بد کردم. بله یادمه که لحظه که توی بیمارستان چشمم رو باز کردم، تیر چراغ برق ندیده بود کسافت خانم کوسری رو، فوره اومده بود وسط ماشین خانم کوسری بیشون. چند روز قبل تولد 30 سالگیم بود. یادمه که توی آمبولانس داشتم بیهوش میشدم و هی فکر کردم فقط منو ببرین خونه مام بابام منو ببینن. یعنی انقدر عذاب وجدان داشتم که با اونا این کارو کردم. و یادمه لحظه که چشم باز کردم تو بیمارستانم، فقط گفتم مامانا اومدن هنوز نرسیده بودن. و عزیز دلم سحر دولتچه‌ای سحر دستمو گرفته بود، یادم داشت شیشه های تو دستمو در می آورد. و من خیلی برام لحظه که با مامان بابا مواجه شدم بیشتر از همه چی عذاب وجدان داشتم، میدونی که چرا مواظب نبودم که با اینا این کارو کنم. لحظه مواجه هم با مامان بابام تو اون موقعیت خیلی برام لحظه سختی بود. اون سخت این لحظه بود. از تیر شکایت کردید؟ دیگه پارتی داشت بعد جایی وایساده بود. بسیار خوب، خیلی بر من جذاب بود زنده کردن یاد آقای انتظامی، صحبت در مورد خانم بنی اعتماد آقای کوسری و خاطرات شما. میتونم از عمو خسرو هم یه خاطره بگم؟ حتما. هم کارشو بگید، چه کاری بوده، چه سالی بوده. من آخرین فیلم سینمایی که عمو خسرو بازی کردن در خدمتشون بودم، حیران. بله و یادمه که آره لطف کردن و اومدن و مرتاد صدیقیان هم قبلا اتوبوس شب و باشون کار کرده بود، رفیق‌تر بود. و واقعا مرتاد و عمو فرهاد اسدانی این پروانه دور عمو خسرو میگشتن و عمو خسرو خب مریض احوال بودن اون موقع دیگه. ولی یادم نمیره که حرکت که میدادن اصلا یهو این قامت صاف میشد و نه تنها حواسشون به کارشون بود که مثلا دست منو میگرفتن اینطوری میکشوندن سر جام اگه یکم سر جام نبودن، اصلا یه جوری و حواس جمع می شدن. بعد یادم یه سکانس زایمان بود، منم کم تجربه تر بودم، از صبح شروع کردم مثلا گریه کردن و درد کشیدن و که درد بیاد تو صورتم.
از این کارهایی که وقتی خیلی بلد نیستی بازی کنی ازش نمیاری. بعد من تو حال خودم بودم و گروه فیلم برداری داشتن نور میدادن، طبیعتاً اصلا طولی هم نمیدادن. یهو من گفتم ای بابا بچه‌ها شرایط منو نمیبینین، یکم عجله کنین دیگه. عمو خسرو منو کشید آورد تو حیاط گفت بزنم تو گوشت. آیو اینجوری شدم که اونا هم دارن کارشونو میکنن، تو هم داری کارتو میکنی، برای چی تمرکزتو به هم میریزی؟ بود دوباره سر کارت، بود گوشه حیاط تمرکزت هم به هم نریزه، همین کاری که داری میکنی ادامه بده. ولی قربونشون برای این مثل شیر وایسادن تو حیاط کسی طرف من نیاد. یعنی هم شرایط منو حفظ کردن، هم به من یاد دادن که همونقدر که کار من مهمه خب کار بقیه هم مهمه، واسه این اداها چیه. این یکی از نکاتش بود. واقعا عمو خسرو برای من، خب سنم هم بیشتر بود نسبت به وقتی که با آقای انتظامی کار کردم، عمو خسرو رو من اینجوری نگاه میکردم فقط یاد میگرفتم. یعنی راه میرفت باید یاد داشت میکردی یاد میگرفتی. و شانس آوردم واقعا که باهاشون کار کردم. حامد همیشه میگه، حامد بهداد مثلا نسیم داریم رجوعی استیگه حرف زدم، میگه تو با خسرو کار کردی من کار نکردم. میگم بابا شریعه منو میگیری. آره واقعا بعضی بازیگرها که ایستادن کنارشون و بازی کردن کنارشون شانس بزرگیه که شاید نصیب همه بازیگرها نشه. بسیار عالی. ما سعی میکنیم از زوایای میهمانمون رو ببینیم که شاید کمتر در موردش حرف زده، چون قطعا میهمانایی که اینجا روی این صندلی میشینن همشون برای شما آشنان و بارها مصاحبه یا تصاویرشون رو دیدید و شنیدید. میخوام یکم در مورد تاریخ با هم حرف بزنیم. اگر سرکار خانم کوثری بخوان یک دوره تاریخی به غیر از حال حاضر انتخاب کنن که دوست داشته باشن توش زندگی کنن، میتونه میلادی باشه، شمسی باشه، همون میخوام فکر کنم یه چیزی باشه که خیلی دوره ها برام جذاب. مثلا خب دهه 70 میلادی که میشه مثلا دهه 50 ما حدودن، دهه جذابیه تو دنیا، یه موومنت های عجیبی داره اتفاق میفته. ولی من دهه 20 میلادی رو انتخاب میکنم. 20 میلادی که مثلا میشه 1000 مثلا 300 ما مثلا. آره دیگه، آره 100 سال پیش. آره دنیا به نظرم دوچار یک هیجان و شعف و شادی و خوشحالی و همه ایناست. و نویسنده های مورد علاقه هم اونجا، مثلا اون دوره نویسنده های مورد علاقه دارم، نقاشی مورد علاقه دارم. و به نظرم در جهان و در ایران شروع یه سری در واقع جریان های روشنفکریه که انگار ریشه میده اونم بعد تا دهه 50 و اینا میان. اصولا من فکر میکنم هیجان به معنای شادش، حس پیشبرنده‌ایه. میدونی چی میگم؟ آره. مثلا بعضی حسا بازدارنده. مثلا حسودی نگهت میداره، میدونی؟ قصه نگهت میداره. ولی اتفاقا خشم پیشبرنده است. اتفاقا اون دوره خشم هم بشه. یعنی هم خشم داره هم شادی داره، پر از عواطف و به نظرم هیجانات پیشبرنده است که تو دهه های بعدی نتیجهش رو میبینیم. لااقل فیلم هایی که میبینم، عکس هایی که میبینم، چه در امریکا به خصوص، چه در اروپا، چه در ایران، که مثلا در ایران هم نهضت جنگل اگه اشتباه نکنم 1300 میدونی، جریانات مثلا عجیب غریبه پر از هیجان اون شکلی داره اتفاق میفته. به نظرم دوران هیجان انگیزی بوده، پر از خشم و شادی. اگه بخوای یه رویداد تاریخی انتخاب کنی از بعد به تولد آدم تا به امروز که دوست داشتی تو لحظه وقوعش اونجا بودی، چی رو انتخاب میکردی؟ وای چه سخت. آره یکم سخته. فکرم لحظه که حضرت موسی عصا میزنه دریا باز میشه. عجب جالب. نه؟ آره. اینقدر من این وقت تصور میکنم، اینجور تصویره که از ذهن من بیرون نمیرسه. لحظه آره رود نیلو باز میکنن. آره اینترستلاریه. اصحابش رد میشن. دوستشون لحظه اونجا بودی. سری نمیدونم الان یه ذره میگی منم یه چیزی دارم میدویدی دریا بسته نشه. چک میکردم ویژوال نباشه. عالی بود. خیلی خوب. اگه بخوای یک چیز یا یک کس رو از گذشته تاریخ حذف کنی یا زندگی خودت، اون چیه؟ اگه یه چیز بخوایم که فکر کنم خب همه طبیعتا میگیم جنگ. یک کس رو بخوای حذف کنی. یک کس باشه. چشم دارم فکر میکنم. سخته. ببین یکی رو میگم به نمایندگی از صنفش، طبیعتا هیتلر، میدونی
اگر نمیگم مثلا نمیدونم چنگیز خان، به این دلیلی که فکر میکنم آره خب یه قتل عام اون شکلی میکنه، ولی در واقع کسانی که رسمیت میبخشن به یک قتل عام جهانی اصولا مثل هیتلر یا اصلا به قتل، به جنگ، کشتار دست جمعی، کشتار دست جمعی و هیتلر. مرسی. بسیار خوب. از زندگی خودت اگه بخوای چیزی حذف کنی چی؟ خشم. آدم نمیاد خیلی خشمگین دیده باشه، ولی خودت حتما بهتر خودتو میشناسی. خشم رو کلا حذف کردی. خودت گفتی خشم پیش برنده است. خشم پیش برنده است در حد معقولش. ببین آره منم تا حالا نگه نداشته، میدونید جلوم با یه وقتی زیادی جلوم میبرم آره نباید میکنی آره خیلی پرت نشی یه آره میری تو تیر چراغ همون. بسیار خوب، ما میخوایم به شما اجازه بدیم در تخیل خیال خودتون یک میهمانی شش نفره بگیرید که یکی از اون شش نفر خودتونید. اون پنجتا رو میتونید از بین مشاهیر جهان در کل تاریخ بشریت انتخاب کنید یا از کسانی که از لحظه تولدتون تا به امروز میشناسید. آه یعنی از دور بریان میتونم؟ غیر از خانوادتون. آه خب دوستان میگم دیگه. اونا رو که همیشه میبینین. الان ما به شما فرصت رو دادیم که نه همین. یعنی مثلا برم تو تاریخ. اون دیگه هوشمندی شماست. یعنی اون کسایی رو که همیشه نمیشه دید. یا مهمونی همیشگی تو بگیرید. بی خلاقیت. ببین بذار پس اینجوری بگم. کسایی رو میگم که آرزو میکنم کاش میتونستم باشون بشینم حرف بزنم. همون دقیقا منظور ما همینه. سختش کردم خودم. حالا خواستین یه موزیکی هم گوش بدین و اینا، ما بخیل نیستیم ولی اول حرف بزنید. آنا آخماتوها طبیعتاً. چون شاعر مورد علاقمه. شاعر روسی اگه شما نکنم. بله. و به شدت مبارز. سردار بی بی مریم بختیاری. بله. که از فعالان دوران مشروطه و حقوق زنان تو اون دوره بودن. یه عکاس امریکایی هست به اسم دوروتیا لانگ که بله. عکسای مستند اجتماعی میگرفت بیشتر از پناهجوها جنگ جهانی دوم خیلی بله. بله. اون بر من خیلی جزء آدمای خیلی جذابه. بعد یه شاعری هست به اسم جهان ملک خاتون که هم دوره حافظ میشه و با حافظ و عبید زاکانی حتی مشاعره میکرده. عجب. و خیلی برای من همیشه جذابه. اومدم رودکی رو بگم ولی گفتم اگر و ماریا کالاس. پنج تاشو چهار تاشو یک دیگه دارم تو رو خودم بکنم پنم یکی دیگه هم بگم یکی دیگه هم دارم و ویویندی و؟ ویویندی بله. اینا کسایی که من دارم خود باشون حرف بزنم برای جمع زنانه ای آره دیگه راحت باشیم چی کار میداری یه شب زنانه بشینیم دوره هم ولی آره اینا کسایی هن که برای اینکه یه نقطه ای هن که من دلم میخواد اونجا باشم تو زندگی میدونی یعنی هم کارشون رو دوست دارم هم روی کردشون رو به مسائل اجتماعی دوست دارم هم اگه بخوام واقعا هم نشینی بتونم بکنم با یه کسایی و حرف بزنم باهاشون ترجیح میدم کسایی باشه که میگم همه جوره قبولشون دارم. آره متوجه. بله ترجیح میدم در یک جمع زنانه این شکلی بشنم. نه اصولا ترجیح میدم در جمع زنانه بشنم. برحال اینا برام آدم های تاثیرگذارتری بودن. بسیار جمع جذابی شد. همم خانوم و دیگه راحت شد. آره دیگه بشینیم یه دفعه. کلی هم با هم حرف میزنید و گپ میزنید. جایی برای ما نیست. من شاید جای پیکی چیزی بیام یه سری بزنم. بسیار هم عالی. خیلی کیف کردیم. خیلی جذاب بود با شما صحبت کردن. و بخش گذشته ما تقریبا اینجا تمومه. یک بخشی رو با هم میبینیم. برمیگردیم با باران کوثری عزیز در مورد آرزوها و رویاهاش در قسمت آینده پیشگو صحبت میکنیم. خیلی ممنونم. مرسی ازت. بسیار کیف کردید.
100 سال پیش اگه هر جایی تو مشرق زمین به دنیا می اومدین، بشقاب غذای شما بسته به اینکه تو چه فصلی بودین این شکلی بود. تابستونا آبدو خیار، نون و ماست، نون و سبزی و زمستونا انواع آش، آب گوشت و توی بعضی شهرهای ایران هم برنج و خورش که بیشتر شبای خاص پخته می شد. ایرانی ها تازه دارن استفاده از قاشق و چنگال برای غذا خوردن رو یاد می گیرن، اما هنوز بیشترشون با دست غذا می خورن. خوردن سیب زمینی به اسم آلوی ملکم و گوجه فرنگی به اسم بادمجان ارمنی تازه داره توی تهران و بین اشراف متداول میشه. هنوز خوردن پلو یه اتفاق مهم تو زندگی ایرانیاست، اونقدری که به لباس نوعی که فقط برای مراسم خاص میپوشن میگن لباس پلو خوری. اما تو این 100 سال ترکیب بشقاب ایرانیا خیلی تغییر کرده و توی آینده قراره ترکیب این بشقاب باز هم تغییر کنه. اول اینکه به خاطر تحرک کمترمون احتمالاً میزان کالری این بشقاب قراره کمتر بشه. سبزی‌های برگ سبز جای غلاتی مثل برنج رو می‌گیرن. در آینده گوشت توی بشقاب ما توی دامداری‌ها و چراگاه‌های سرسبز تولید نمیشه. ما قراره از این به بعد تو آزمایشگاه‌ها و گلخونه‌ها گوشت کشت کنیم. راستی در آینده حشره ها هم قراره گوشه بشقاب ما باشن. چندشتون شد؟ نگران نباشید، صنعت تبلیغات و رسانه کار خودشو خوب بلده، یه جوری تبلیغ میکنه به زودی واسش سر و دست بشکنین. و حالا این شما و این بشقابی از آینده. دیریدیدین، کمی سبزیجات، گوشت گلخونه ای، البته حشرات و آبزیای پرورشی. خیلی ممنونم خانم، خیلی خوش آمدید به بخش آینده ما. خوش آمدید. خوش آمدید. در این بخش ما خیلی دوست داریم در مورد آرزوها و رویاهای شما با شما صحبت کنیم. چه آرزوهایی که دوست داشتید بهش برسید و تا به حال نرسیدید؟ بگم؟ میتونید به ترتیب بگید، میتونه کاری باشه، شخصی باشه، اجتماعی باشه، خانوادگی باشه، اگر دوست ندارید نگید. خیلی زیادن پژمان. مهماشو بگید. ببین بذار یه توضیح بدم. من تقریباً اصلاً حتی نزدیک به اون برنامه‌ای که برای 35 سالگیم ریخته بودم مثلا در 17-18 سالگی نیستم، اصلا یه جای دیگه ایم. ولی اصولاً این کارو میکنم، اصولاً وقتی زندگی به هم یه مسیری میده همراه میشم باهاش. برای اینکه میگم انقدر ذهنم ایدئالیسته که دیوونه میشم، میدونی؟ یعنی چون حتما به اون چیزی که میخوام نمیرسم، یا اگه برسم باز حتما یه نقطه دیگه میذارم که به اون نشه رسید، میدونی؟ یعنی عاشق اینم که یه چیزایی رو برای خودم تعیین کنم که بهشون نمیرسم. مثلا من آرزوم این بود میکروبیولوژی بخونم. خب اصلا نزدیک بهش هم نشدم، میدونی؟ ولی وقتی بازیگری رو به شکل جدی مثلا در 15-16 سالگی کشف کردم، فکر کردم اگه یه کار تو دنیا من باید بکنم این بوده. الان شاید یه وقتایی فکر کنم به خودم که آه باید میرفتی میکروبیولوژی میخوندی. مطمئنم ولی اگه میکروبیولوژی خونده بودم فکر کردم آه تو باید بازیگر میشدی. دیوونم. همه اینا رو گفتین که اینو بگی. دور از جونتون. کلا اهل آینده هستین؟ اهل فکر کردن به آینده؟ زیادی. زیاد. به شدت گفتم بده، یعنی یا تو حسرت گذشتم یا تو استراب آینده که نکنه باز مثل اون چیزایی که میخواستم نشد آیندم نشه. و این خیلی بده، این آدمو به شدت مضطرب میکنه. اصلا بلد نیستم تو حال زندگی کنم. میدونی؟ در لحظه زندگی نمیکنم اصلا. یعنی همش من استراب اینو دارم که الان کاری که دارم میکنم اونقدر که میخوام خوب میشه، یا نکنه اصلا اینجوری شه، نکنه این نتیجه رو بده. حتما ویژگی بدیه و حتما باید روش کار کرد، ولی متاسفانه من اینجوری هم خیلی نه. شاید این حساسیت نسبت به کارهایی که قراره در آینده دیده بشه بعدم نباشه. ببین میدونم که به آدم یه بدتره. میفهمم یکم آدم بخواد خودشو توجیه کنه میگه مثلا از جاه طلبی میاد، میدونی؟ یا مثلا میدونم از انگیزم برای یه چیزایی میاد، ولی میگم به شدت آرامش آدمو میگیره، به شدت منو تبدیل به آدم همونطوری که میبینید مضطربی میکنه که آروم و قرار ندارم. ولی فکر میکنم یکم با سن داره تلطیف در آستانه میان سالیم دیگه. نه بابا شما که از من خیلی کوچیک‌تر. خیلی هم پیر شدی. 9 سال؟ 9 سال نه پشمان، من 56م میشه 8 سال. چیزی نیست. 9 سال 8 سال. مرسی که بهم روی دادی، خیلی ممنونم. ماشاءالله ماشاءالله. اصلا باقا جمع شدیم. و به شما. بسیار خوب. چه چیزی رو الان فکر میکنید بهش نیاز دارید که دوست دارید در آینده کشف بشه، اختراع بشه؟
نمیدونم مثلا شاید یه چیزی که البته چه چیزی شاید دنیا رو شاید آدم رو ناامن میکنه، یه چیزی که تو بتونی یکم فکر طرف مقابل تو بخونی. چون چی دیگه سنگ اصلا که سنگ من نمیشه. شما یه موبایل یکی چک کنی اصلا کنفیکون میشه همه چیز. نگم برات. داغش تازه شد. خب نکن. چک نکن. چه کاریه؟ یکی چک کردی دیگه خوب نیست یه بعدی رو چک نکن. ولی واقعا اگر ذهن همه مردم همه مایی که دیگران رو قضاوت میکنیم اگر باز بشه به نظرم هیچ ولی چیزی ولی تو نیستی اینجور. من خیلی اینجوریم، مثلا دارم با تو حرف میزنم و تو میگه آره من یه باران دیگه تو ذهنم میگه نه تاییدت نمیکنه داره الکی میگه، بعد من اینجوری میشه معلوم میشه. آخه وای من تو این برنامه دارم اعتراف کنم چقدر روان پریشم. صندلیه ما اینجوریه. خیلی خوب، خیلی خوب بود. رویایی داری؟ رویا میدونی ما چجوری مرزش رو تفکیک میکنیم با آرزو تو این برنامه. برای ما در پیشگو رویا چیزیه که در تعریف ما چیزیه که دوست داری بهش برسی ولی خیلی ازت دوره. فکر میکنی که اصلا مثلا آرزوی انگیزه ای توشه. میدونی آرزو انگار چیزیه که تو میتونی بری آره، سمتش. آره رویا میتونی حتی فکر کنی آره، چیزیه که آره یه ذره بار نرسیدن داره. کاش همه جا در صلح و آزادی باشه. این واقعا آرزوی هممون بوده ولی متاسفانه فکر کنم داره تبدیل به یه رویا میشه. بله آدم هایی که به یک شهرتی میرسن مردم بعد ازشون به یک صفتی نام میبرن. مثلا حالا چون صحبت آقای انتظامی بود، آقای بازیگر مثلا، یا هر کدوم از کسانی که بزرگانی که از بین ما رفتن، بعضیا صفتی دارن بعضیا ندارن. شما دوست دارین چجوری ازتون یاد بشه در آینده؟ میتونه جمله باشه اصلا، میتونه صرفا صفت نباشه. چجوری ازت یاد کنن؟ پررنگ‌ترین صفتی که از شما هست، پررنگ‌ترین جمله‌ای که میتونن در مورد شما بگن در زمانی که در قید حیات بودید. ببخشید اینجوری میگم چون ما داریم در مورد آینده صحبت میکنیم. زبونم لال دور از جون همون زبونم لال دور از جون. آها خواستم بیشتر دوستانم بگن بازیگر خوبی بود ولی همون جوری که یه نجار خوبیه. دوستانم بگن یه آدم عادی بود که خیلی بازیگر خوبی بود. یه آدم عادی بود که خیلی بازیگر خوبی. اگر برای داشتن یک آرمان شهر، یک جهانی که در اون مردم با خوشبختی، آرامش و آزادی محض زندگی کنن در آینده بخوای یه قانونی وضع کنی، اون قانون چیه؟ نمیدونم، بلد نیستم قانونیشو بگم. میدونم که این چیزیه که خب خیلی همیشه بهش فکر میکنم. من هر زندانی وجود داره رو بر میدارم و یک سری آدم متخصص میذارم که به تعریف جدیدی از خلاف و خلافکار برسیم و اون کسایی که اونها به عنوان خلافکار تشخیصشون میدن رو به جای اینکه زندانی کنم در یک محیطی میذارم که تربیت شن و از نیروشون بشه استفاده کرد. خدمت شما عرض کنم که چون خیلی هم به آینده علاقه دارید و به قول خودتون بسیار در آینده پرسه میزنید و همه ماها دوست داریم از آینده، چه از آینده خودمون چه از آینده جهان مطلع باشیم و دونستنش برای بشر همیشه جذاب بوده، ما روی این دیوار میخوایم از شما اجازه بگیریم با شما یک بازی کنیم. ما میخوایم تقدیر 10 سال آینده شما رو اینجا رقم بزنیم، البته با انتخاب خودتون تا حدی. ما روی این دیوار 30 عدد داریم. پشت هر عددی یک تقدیر، یک اتفاق یا یک سرنوشتی است. خانم کوثری از بین این 30 تقدیر 10 تای اون رو انتخاب میکنن و بعد از اینکه هر کدوم رو انتخاب کردن میتونن در هر سالی از سال 1401 تا سال 1410 در آینده زندگی خودشون
بذارن. تنها چیزی که دست شماست اینه که میتونید هر سالیو که دوست دارید انتخاب کنید، بعد که سرنوشت اضافه شد میتونید جابجا کنید هر جایی که دوست دارید قرار بدید. چه شکنجه میکنین منو؟ شکنجه گفتم آینده استراب بهم بدین، چه کاری من نمیکنم. بعد این توضیحو من بدم، این 30 عدد برای میهمانهای ما به این صورت انتخاب میشه با توجه به خصوصیات اخلاقیشون و روحیاتشون، علایقشون، سلایقشون و حرفه‌ای که درش فعالن. 200 سرنوشت شما در اتاق فکر انتخاب کردیم که برای هر میهمان 30 تای اون رو قرار میدیم، 15 سرنوشت خوب، 15 سرنوشت بد. این بازی صرفاً برای اینه که ما یادمون باشه که زندگی بالا و پایین زیادی داره، فراز و نشیب زیادی داره. هر کدوم از ماها احتمال داره در هر لحظه‌ای با یک اتفاق پیشبینی نشده روبرو بشیم. انسان‌های موفق میشن که بتونن از اون عبور کنن و به زندگی خودشون به سلامت ادامه بدن. انتخاب اول خانم باران کوثری. ان شاء الله پخش نشه برنامه‌تون. بگو. و اینم بگم سوپر بد داریم، سوپر خوب هم داریم، خیلی بد داریم، خیلی خوب داریم. خواهش میکنم خودتون رو کنترل کنید. عدد اول. آها من بگم؟ بله. روز تولدم بدیم بهم 25. 25. در رو بازه، من خواستم در رم. تو برای آخر منو میبینی. یه سوپر! بسیار خوب. با یک تیم تمام جوایز بین‌المللی رو میگیرید. 1401 سری. بعدا کروناست. میگم فیلم نبود جایزه گرفت. بین واکسن. به خدا میگم واکسن وارد شد دیگه، چینی دارن میزنن. بابا میگن تو شهر کورا یه بینا بود. بذار یه سینما راه بیفته. حالا بعد میتونم عوض کنم؟ آره بعد میتونی عوض کنم. مثالم درست بود؟ چی بود؟ چی گفت؟ خب دوباره 25. 25 پریم. عدد بعدی. 12. عدد 12. زندگی اینجوری هم نیست همیشه جایزه. اگه بازم خوب باشه جمع شدی. حالا آخه یه سال، فقط یه سال. خواهش می‌کنم خودتو کنترل کن. خانم کوثری آب بخوری. آب. آب آب. اینو جاییه که من پا میشم میرم خونمون پیش مامان بابا. یه ساله، یه ساله. چش گاوه به خدا میگذره. میدونی که یه رفتی جایزه رو بگیری اینترنت ها قطع شده. ایلان ماسک رو گرفتن همون میتونی یک کاری کنی تصویرش نکنم؟ شب زاناکس باید بخورم هفتا بعدی خیلی خواه یه جا میذارم برای این میخواد زاناکس بخوره به نظرم بقیه رو باز نکنیم تو رو الان باید اینو مجبورم برای هر جایی که دوست داری برای بعد میتونم عوض کنم برای بعد میتونم حرفت عوض نکنیم 1410 گذشته یه جایی نبینتش شب جمعه اون چطوری خراب کردم عدد بعدی 16 عدد 16 دیوانوار عاشق میشی یا خدا تازه دیوانوار میشه بعد از عاشقی اوکی اصلا نمیخوای راجعش حرف بزنی ولی من حتما حرف میذارم راجعش علکی جدی نکن خودت رو بچه لطفا اونو بذارین 1401 نه دیوانه آره اونو بذارین 1401 دیوانه بارو بله درست مرس چجوری میشین دیوانه بار عاشق شین؟ بذار تموم شه بره اون خب سخته چرا فقط هم یکی سخته این برنامه عدد بعدی سی. عدد سی. این که خوب بود دیوانه بار عاشق میشین سریع گذاشی 601 دو هم ازدواج کنی این رو لطفا بذاری 1409 خوبه دو تا اتفاق بعد اینجوری پشتم آره دیگه عدد بعدی بچه راهی داره تقدیر رو تغییر بدیم دو. عدد بعدی عدد دو بفرما بعده یکی از صد زن قدرتمند جهان انتخاب میدونی چرا؟ یه سال میگردی دنبال حیوانه پیداش میکنی پشما اونو تموم کن خب من میگن ببین چه جونی داره بذارین این جز صد زن انتخاب خب بچه من الان یه کار میکنم من الان همه چی رو همینجوری یه جا میذارم بعد منتاج میکنم میدونم 1403 بسیار خوب عدد بعدی اینجور جاها خوب شد الان من با شما خرم 22 عدد 22 دلال بازیکن فوتبال میشه من یه توضیح بدم این دلال به نظرم کلمش بچه
افتاده، اگر نه همون مثلا میشه ایجنت، خیلی هم بد نیست خدا شاهده. نمیتونی بکنی نه؟ یعنی هر چی ما به عنوان بازیگر قبولت میکنیم نمیتونی دل بکنی. این فکر کنم من اینا رو نوشتم 1405 تا من موجی میاد اجرا میکنه، یه اتاق فکری هست اینا رو 1400 دلال واقعا اسمش بده به خدا، هم پودش خوبه هم ایج. منم بابام فوتبالیست بوده، شاید برای جالب باشه. میدونم دلال فوتبالیست، دلال بازیکن میدونم چیه. بعدی بچه ها من اینجام تو رو خدا، من استرس دارم جای خانم کوثری. عدد بعدی میخوای از دوستان کمک بگیری؟ بچه ها یکی اسم خوب بگه. 21 اول گفت 21. به قرآن بد باشه دیدم کی بودی. کی بودی؟ نقاشه؟ به خدا بدم نیست، بدم نیست. منو ببین الان خوبه؟ نه منو ببین، به خدا بدم نیست، یارو اصلا لیاقت تو رو نداشت. چی بده؟ چون از نظر تو هیچ کدوم اینا بد نیست. به خدا یارو لیاقت تو رو نداشت، بی خودی عاشق شده بودی، دوچار فراموشی بابا. جایزه بین المللی گرفتم، زن قدرتمند شدم، یارو چیه؟ اتفاقا وقتی یادت نباشه یارو رو گذاشتم 1401 که تموم شه بره به کارام برسم. خیلی خوب، دوچار فراموشی. یه سال بچه ها درسته؟ یک سال دوچار فراموشی میشی. پس چرا ننوشتین؟ باید بگی فعلا بذارین 1406 تا من تکلیفم روشن کنم. چرا نمیذارین؟ آها میدونم چیکار کنم. خیلی خوب بیا نه در خدا رو شکر راضی هم بچه، مرسی از شما کمک کردم. عدد بعدی نابودش کردیم. 28 عدد 28 خب خدا رو شکر انتخاب های خودش عالیه. به خدا بری دیگه اسمتو نمیارم. خدا رو شکر خودش انتخاب میکنه بی نظیر. خدا بابا چقدر از 5 سالگی داری بازی می‌کنی؟ مال تو، تو که دیگه همه جا رو گرفتی و کاندید میشی، مال تو سینما اصلا تقدیر تو. خود خدا رو شکر خودت انتخاب کردی. یه جا تو بذار که تو دیدشی، ببین چه سالی می‌خوای تو دیدشی. همون آخه نقشه‌ای که خانم کوثری بازی نمی‌کنه میدن من. نه اینو خیلی خوب 1404 فعلا بذارین که میری بعد دلال بازیکن فوتبال میشی دیگه. نه نه اونو میدونم کجا بذارم، صبر کن. آره عدد آره. میخوای عدد بعدی رو من انتخاب کنم؟ لطف میکنی. عدد پیروانم دیگه رفاق... نه که خودت ترکوندی، خودت تو بیچاره کردی. نه میدونم، رفاقت 10 ساله رو حواست باشه. عدد 11 رو باز کنید. خب به خدای عوضش کنید چون پشمان. مطمئنم بچه چیز خوبم هست تو تقدیرها. پشمان خیلی درسته. خوبه؟ تو دوست داری؟ خدا رو شکر منو کشت. خدا رو شکر منو کشت. بسیار یه ذره آروم شه، یکی رو بکش یه ذره آروم شه. تو اصلا این پر اتفاقای عجیبه اینه که مثلا یه رمان داستایوفسکیه از اول ابلهه، میدونی یکی میکشم فعلا منو بکش سالی که دوست داری. ببین دلال بازیکن فوتبال میشه، من چون آشنا دارم تو فوتبال. 1400 میذارین اینو؟ اینو فعلا 1408 بذارین. 1408 بعد یه چیز بعدم 1408 خودتون بذارین، چون انگار تو زندگی من الان هفتت خالی شد. عدد آخر بیست. عدد آخر رو به نظرم خودت فرمونو بگی دستت. 17 بعدش هیچ گیچ نگا، اصلا بعدی نداره. نه بعد میخوام درود بزنم، بچینم تازه. آی جانم چه پایان دلانگیزی. به به فقط 1410 دیگه دیره ها، بعد اینو زودتر همین سال اول اقدام کنم. الان باز من هیچی نمیگم، من هیچی شما تا 100 سال دیگه بچه دار میشه. ببین شما خودتو کشته بدون، من کسا مردم. 1408 رو ببین هر کاری داری، پسر یا دختر فرق نداره، هر چی خدا داد. اس اس نه الان که نمیگی. نمیگی؟ نه میدونم ولی نمیگی. بذار تاک شوهای دیگه هم برم دیگه. چهار طرف هم اونجا بذارم. خودت بچین ما رو خبر کن. 1405 دلال فوتبال شم تموم شو بره. اون که هست. 1401 منظورته. بله. 1401 دلال بازیکن فوتبال میشی. بله. 1410 که حتی نمیخوام بگمش رو لطف کنیم بذارین 1403. حیوان خانگی تو میشه فقط یک سال. 1400 و
دو ببخش. یک سال 1409 بذارین 1403. یک سال از خانوادت بی خبر میشی 1403. ببخشید 1408 بذارین 1402. 1402 رو بذارین 1404. بسیار خوب. حیوان خانه، بله اونم درست شد. بله مرسی بچه‌ها. 1408 بذارین 1405. 1408 با 1405. 1406 سر جاش باشه. 1407 و 8 رو عوض کنین لطفا. اگه نمی کردی اصلا برنامه پخش نمی شد، چون هنوز عاشق نشده بودی بچه. الان پخش میشه. نه الان پخش میشه دیگه، دیوانه بار عاشق میشی و اونم دیگه تهش بچه دار شدنه دیگه. خوب شد؟ بله. یه مروری بکنیم. نه خوب که چطوری خوب شد؟ تا 40 سالگی منو به فنا دادین، چطوری خوب شد؟ میگم خوب شد دیگه، خوب که چطوری خوب میشه؟ چه خوب میشه؟ خب 1401 دلال بازیکن میشن خانم کوثری. 1402 متهم به قتل دوست صمیمی که من بودم. 1403 یک سال از خانوادت بیخبر میشی. 1404 آها راست میگی، متهمی محکوم نیستی. 1404 حیوان خانگیت گم میشی یک سال فقط. 1405 از سینما کامل حذف میشی، چون بعد و بیرا به همه میگی که به همه شک میکنی که حیوانه رو دزدیدن، به همه تهمت میزنی. اونم از زندانم اصلا نگاه کن. آها چون زندانیست و دیگه حیوان خونه انداختم همه رو تو زندان. آره تو یه سال همه چی تموشه. آره. بره بعد دوچار فراموشی میشی، انقدر نبود که اینو یادم بره. دیوانه وار عاشق میشی. ببین اینو یادم میره، زندگی جدید شروع میشه. پس فراموشی گرفتی عاشق شدی، درسته؟ مگه میشه یه کسی بدترین چیزایی که ممکنه رو تحلیل کنه؟ فراموشی میگیرم که همه اینا رو یادم بره. آه. زندگی شروع میشه. آفرین بهت، آفرین بهت. بعد دیوانه وار عاشق میشه، بعد بچه دار میشه، بعد یه فیلم بازی میکنه، همه جوایز بین‌المللی رو میگیره و انقدر زندگیش بالا و پایین داشته و تونسته رو پای خودش وایسته که عرض کردم میشن یکی از 100 زن قدرتمند جهان. آفرین بهت. اون جوایزی که میگیرم من تقدیم میکنم به اونایی که از سینما حذفم کرده بودن. آفرین بهت، خیلی ممنونم. منم اجازه دادی ما باهات شوخی کنیم، باهات بازی کنیم، صحبت میکنیم. حالا با هم صحبت میکنیم، ولی باید این رو بپذیریم که زندگی هر لحظه ما رو میتونه غافلگیر کنه. میرسیم به بخش پایانی آینده. میخوام ازت یک خواهشی بکنم. تصور کنی همه چیزهایی که امروز داریم، مثل فیلم، کتاب، موسیقی، متون ادبی، خط، نقاشی، همه چیز از بین رفته، تنها یک صدا از جهان امروز مونده برای مردم 300 سال آینده و اون صدا از آن شماست. قراره در یک روز، یک ساعت و یک دقیقه مشخص روی کره زمین پخش بشه و مردم 300 سال آینده اون رو بشنون. دوست دارم اونها رو مخاطب قرار بدی و در یک جمله خودمون رو براشون توصیف کنی، یا نه توصیه ای اگه براشون داری درباره زندگی. سلام، من باران کوثری هستم، از سال 1400 با شما حرف میزنم. تو سالی که من زندگی میکنم دنیا پر از جنگ، پر از زندانیه، پر از فقر، پر از گرسنگیه و پر از یک بیماری عجیب و غریب به اسم کرونا که انگار همه چیزو به عقب برگردونده، انگار 100 سال به عقب برگشتیم، همه چیز شبیه اینه. دورانی که من زندگی میکنم دوران عجیبیه، نمیدونم باید براتون آرزو کنم که کاش تجربهش میکردین یا نه، چون مقاومت هایی و جنبش هایی توش بوده که تاثیرگذار بودن حتی اگر سخت بودن، ولی من خوشحالم که در دورانی زندگی کردم که دیدمشون. فقط میتونم براتون آرزو کنم که کاش در دورانی زندگی کنین که حداقل احساس کنین مؤثرین و درباره چیزایی که بهش اعتقاد دارین میتونین مثمر ثمر باشین. فکر میکنید اگر مردم آینده شما رو ببینن به عنوان کسی که در این تاریخ زیست میکردید، چه چیزی از شما رو تحسین میکنن و چه چیزی رو سرزنش میکنن؟ من باران یا من نماینده مقاومتمون تحسین میکنن و چه چیزی رو سرزنش میکنن؟ مقاومتمون.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما. خواهش میکنم. بخش آینده ما اینجا تمام شد دیگه، یه بعد زمان هم میشکنیم، یه بخش دیگه هم داریم یا نه؟ میریم به بخش پایانی. بعد از شنیدن یک قطعه موسیقی زیبا از گروه دوست داشتنی دارکوب میریم در بخش پایانی، هدیه‌ای پیشکش شما میکنیم به یادگار. خیلی ممنونم از همتون که ما رو تا اینجا تحمل کردین. تا بخش پایانی بفرمایید. بازشارید خدا که صفایی بکن، بازشارید خدا، بازشارید خدا که صفایی بکن. ما شبی دست براریم و دعایی بکنیم، ما شبی دست براریم و دعایی بکنیم. غم هجران تو را چارز جایی بکنیم، غم هجران تو را چارز جایی بکنیم. دلم از پرده بشد حافظ خوشگور کجاست، تا به قول و غزلش ساز و نوایی بکنی. ما شبی دست براریم و دعایی بکنیم، ما
شبی دست براریم و دعایی بکنیم، غم هجران تو را چاره ز جایی بکنیم، غم هجران تو را چاره ز جایی بکنیم. دل بیمار شد از دست رفیقان مددی، دل بیمار شد از دست رفیقان مددی، تا طبیبش به سر آریم و دوایی بکن، تا طبیبش به سر آریم و دوایی بکن. ما شبی دست براریم و دعایی بکنیم، ما شبی دست براریم و دعایی بکنیم، غم هجران تو را چاره ز جایی بکنیم، غم هجران تو را چاره ز جایی بکنیم. خیلی ممنونم که ما رو تا اینجا دیدین با نگاه مهربانتون. به بخش پایانی پیشگو رسیدیم. در این بخش ما از میهمان عزیزمون خواهش میکنیم زیر قانونی که برای داشتن یک آرمان شهر وضع کردن رو امضا کنن. خانم کوسری بفرمایید. خواهش میکنم. از تمام میهمان هامون خواهش میکنیم زیر قوانینی که وضع میکنن رو امضا کنن و این کتاب رو به یادگار نگه میداریم. شاید روزی از این قوانین جایی و زمانی استفاده شد. قانونی که سرکار خانم کوسری برای داشتن یک آرمان شهر و یک جهان خوشبخت وضع کردن، زندانی کردن افراد ممنوع است. بزهکاران به جای تنبیه توسط متخصصان تربیت شوند. خیلی ممنونیم از شما. هدیه ما به شما یک گلدانی است که در اون یک نهال بلوط است. دلیل انتخاب ما اینه که بلوط بالای 1000 سال عمر میکنه و تنها چیزی از بین انسان‌ها و اشیایی که در این سالن هست که 1000 سال آینده رو می‌بینه این نهال هست. شما میتونید این رو از چشمای آینده در هر باغچه‌ای که خواستید بکارید، هر وقت دیدید یاد ما بیفتید. کیف کردیم از حضورتون. اگر صحبت پایانی دارید بفرمایید. خیلی خیلی ممنونم. برای منم واقعا پژمان خیلی جذاب بود. خیلی برنامه جذابی بود. ببخشید من خیلی حرف می‌زنم، می‌دونم هیجان زده میشم، سرامو می‌برم، ولی خیلی بهم خوش گذشت. خیلی ممنونم ازت. سلام ما رو به سرکار خانم بنی اعتماد و جناب آقای کوسری برسید. حتما. بفرمایید من میرسم خدمتتون. خواهش می‌کنم. خدا نگهدار. بسیار خوب، شب بسیار خوبی بود در کنار باران کوسری عزیز و شما عزیزان و شمایی که ما رو از منزل نگاه کردین. آرزوی ثابت و همیشگی من و تمام عوامل پیشگو برای شما این که رویاهاتون در کمترین زمان ممکن تبدیل به خاطراتون بشه. شب بخیر، افتخار خودتون.